سلام های گرم و صمیمانه من تقدیم یکایک شما دوستان و بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و وقت مناسبی داشته باشید تا پای صحبت های امروز ساریک عزیز، نانسی جان و من بنشینید تا با هم گپی خودمونی داشته باشیم، دوباره از مسائل خونه و خانواده و چیزهایی که بهتر تشخیص بدیم که از رفتارمون اونها رو پاک کنیم، کنار بذاریم، خودمون رو تفتیش کنیم و ببینیم که به جای کارهای منفی چه چیزهایی، چه کارهای خوب و پسندیده مثبت هست که طبق کلام خدا میتونیم جایگزین رفتارمون بکنیم تا رابطه‌ای پر از صمیمیت و صفا و آرامش در خانه با عزیزانمون داشته باشیم. هفته گذشته یادمه که آقایون رو محاکمه میکردیم، حالا امروز دوباره آقایون رو محاکمه کنیم یا خانوما رو؟ انصاف هم که باشه باید با خانوما صحبت کنیم و یک مسایی رو گوشزد کنیم بهشون، مثل اینکه ترسیدین خواهرم، ولی اشکال نداره، امروز راجع به خانوم ها صحبت میکنیم. البته این رو به شوخی میگیم، ولی دوستان 100% باید توازن برقرار باشه، چه خانم چه آقا باید که مسائلی که توی خونه هست هر کدوم مسئولیت خودش رو بپذیره. و یکی از مسائلی که امروز میخواییم با خانوم های عزیز در میون بذاریم اینه که چقدر خوبه که ما خواستمون و حرف دلمون رو به موقع و به طور صحیح بگیم، با حکمت و آرام و شیرین، نه اینکه این حرف رو هی توی خودمون مرور کنیم این مسئله رو بزرگ کنیم و یه وقت بی جا بپریم و به همسرم بگیم این من مثلا اینه، این مشکلمه و این به شکل شکایت و غرغر در بیاد. چقدر خوبه که یاد بگیریم مسئلم رو به عنوان شکایت نگیم، به عنوان نیاز مطرح کنیم. اینجا نیاز من اینه، اینجا من احساسم فرزن اینه، اینجا حس میکنم باید بیشتر کار بشه. میدونین این خیلی قشنگتره، شیرینتره و اون موقع به اون دگمه غرور همسرمونم دست نمیزنیم که اونم بخواد پرخاشگری کنه، یا با اینکه شاید در دلش هم احساس دیگه‌ای داشته باشه ولی در رفتار و گفتار طور دیگه رفتار کنه. اینا همیشه دو طرف است و باید که ما با حکمت حرف خودمونو بزنیم. حکمت واقعا در هر رابطه‌ای لازمه و همیشه یادمون باشه که طبیعت یک مرد اینه که بهش احترام گذاشته بشه و این احترام چیز بدی نیست. احترام بذاریم به نظر همسرمونم و مثلمونم محترمانه باش در میان بذاریم و همینطور عقاید همسرمون رو بهش احترام بذاریم و بهش بگیم که عقایدش رو قبول داریم، خودش رو قبول داریم و برای ما محترم هستش و اون موقع است که رابطمون که قراره که دوست باشیم زن و شوهر با هم به یه روال آرومتری به پیش خواهد رفت. یادمونم باشه یکی دیگه از به اصطلاح طبیعت آقایون اینه که زیاد صحبت نمی کنن. این دال برای نیست که ما رو نمیخوان با ما صحبت کنن، البته استثنا هست آرمین جان، مردایی که خیلی بیشتر از خانوما پر حرفن. نه کلا توی راست میگی، یک جمعی که میری خانوما همش مشغول کار و نظافت و پذیرایی هستن ولی این آقایون رشته صحبت رو گرفتن. ولی کلا در خونه مثلا یک مرد اگه کم حرفه، چقدر خوبه که همسر زن بتونه با شیرینی یه رشته صحبتی رو باز کنه و صحبت به اصطلاح برقرار بشه. مایی که به هر حال خانم ها فن حرف زدنشون شاید بهتره، ولی اینا مسئله ریزی هستش که میشه بهش توجه کرد و رابطه رو بهتر کرد. پس برای بهتر شدن این دوستی، ایجاد و بهتر شدن دوستی بین زن و شوهر، باید قدم هایی رو برداریم، یه کارهایی باید بکنیم. نه مثلا مرتب در مورد احساسات، عواطفی که داریم با همسرمون صحبت کنیم، خانم با آقایون، آقایون با خانم فرق نمیکنه. و چقدر قشنگ میشه که کارهایی بکنیم که خود همسر ما از ما انتظار نداره که انجام بدیم ولی انجام بدیم، یه کارهای غیر منتظره، غافل گیرش کنیم. حالا روی صحبت با هر دو طرفه مثلا چی میتونیم بگیم؟ خب برای خیلی از روزهایی که خیلی مثل روز سالگرد ازدواج یا تولد هاست،
میتونیم همسرامون رو اینطور خوشحال کنیم. یه شاید فکر میکنیم بابا این چیزا مثلا بچگونه است، ولی یک شاخه گل حتی اگر به حالت غافلگیر کننده به همدیگه تقدیم کنیم، فکر میکنم انسان دوست داره این چیزها رو. خداوند این غریزه رو قرار داده، خیلی باعث شادی دو طرف خواهد شد. حتما درسته. یا اصلا بیاین جشن تولد بگیریم، تولد مادر شوهرمونو. نه چقدر خوشحال میشه شوهرمون و واقعا غافلگیر میشه به نظر من، و همیشه تو فکرش خواهد موند. و یه چیز مهمی که هست اینه که هیچ وقت فکر نکنیم که این رابطه‌ای که الان درش هستیم با شوهرمون، با زنمون، یک رابطه کاملا ایدئاله و هیچ تلاشی دیگه نکنیم برای بهتر شدنش. در هر وضعیت درسته که گفتیم قانع باید باشیم، ولی باید برای بهتر شدن روابط مرتب تلاش کنیم و بخوایم که بهتر روابط ما بهتر بشن و جد و جهد کنیم و بدونیم که خداوند برکت میده این حرکتهایی رو که ما میکنیم برای دوست شدن. چون هرچی به هم نزدیک باشیم به خداوند نزدیکتر میشیم. و عزیزان خجالت نکشیم، بگذاریم که همه بدونن که بهترین دوست ما همسر ماست. بله واقعا این خیلی خیلی مهمه که بهترین دوستمون همسرمون باشه بعد از عیسی مسیح. ولی این نشونگر این نیست که ما دیگه اصلا نباید دوست توی زندگی داشته باشیم. بله. به نظر شما نانسی جان، اگر شما با شوهرت دوست صمیمی هستی دیگه احتیاج به دوست نداریم؟ نه خیلی درست نیست، به خاطر اینکه ما اگه به فکرم خواهی بگی نه خیلی دیگه دوست خواستم رد کنم کاملا. اگر به زندگی عیسی مسیح نگاه کنیم، 12 شاگرد برای خودش انتخاب کرد و میبینیم خیلی جاها مثلا 3 از اونها انگار برای مسیح خیلی صمیمی‌تر بودن که با اونها سر کوه رفت و وقتی خداوند که در جسم اومد اینطور زندگی کرد، چقدر بیشتر ما نیاز داریم. بله. ولی چه نوع دوستایی حتی برای دوستانمون باید دعا کنیم که چه با چه زوجهایی نشست و برخاست بکنیم، با چه افراد، چون کلام خدا میگه هم نشینی بعد اخلاق حسنه را فاسد می سازد. ما یه وقتایی میگیم ایتس اوکی، حالا اشکالی نداره، ما میریم با اینها دوست میشیم، ما رو اینا اثر میذاریم. یک دفعه میبینیم که روابط شاید نادرست اون زن و شوهر رو زندگی ما اثر منفی گذاشته. ولی فکر کنم این نیاز هر انسانه. ما باید دوستهای خوب برای خودمون در خداوند انتخاب کنیم و اونها رو حفظ کنیم. شاید فکر کنیم که خب من و همسرم و مسیح یه جمع 3 خیلی خوب و محکم، ولی دیگه احتیاج به دوست دیگه ندارم. ولی انتخاب دوست نشونه ضعف یک زوج نیست، بلکه این نشونه قوته. و همونطور که نانسی جان گفت، دوست داشتن یه چیز مهمیه که توی زندگی ما باید داشته باشیم، حالا که زن و شوهر و بعد مسیح با هم دوست یه گروه 3 تشکیل میدن. خیلی خوبه که ما دوستای دیگه هم داشته باشیم، و همونطور که نانسی گفت این دوستان باید دوستان خوبی باشن. انتخاب دوست خوب خیلی مهمه، چون امکان داره ما توی زندگی دوستای زیادی دور و برمون باشه، ولی دوست خوبی که صمیمی هست و سالم هست رابطمون باهاش با ارزشه. و انتخاب دوست نشونه این نیست که ما ضعیف هستیم و نشانه ضعف زوجه نیست، بلکه نشانه قوت هستش که ما در این رابطه صحیح و سالم اینقدر حکمت رو داریم و قوت رو داریم که آدم‌های خوب و سالم رو هم برای زندگی ما و برای شراکت این دوستی انتخاب می‌کنیم. و این خودش هم داشتن دوست خوب اصلا برکت برای زندگی ما هستش، و خوبه که در این موردم ما فکر کنیم. واقعا همینطوره. اصلا انسان یه موجود اجتماعیه، معاشرتیه، و دوست داره که اطرافش دوستان دیگه هم باشن. زن و شوهر باید بهترین دوست هم باشن، اما نباید تنها دوست هم دیگه باشن. و خیلی وقتا پیش اومده که ما رفتیم برای ملاقات منزل زوجهای عزیز و ازشون پرسیدم، احساس کردم که خیلی تنها هستن بعضیاشون، و پرسیدم که آیا با زوجهای دیگه رفت و آمد میکنین؟ و گفتن که نه، ما همش با همیم، با هم میریم مسافرت، با هم میریم خرید، با هم میایم خونه. و دیدم که چقدر زندگی کسل کننده اینا دارن و
واقعا مثل اینه که یه جای قضیه داره میلنگه و این روابط زیاد سالم نیست که فقط زن و شوهر به هم نگاه کنن، از همدیگه بگن و تمام شد رفت. همه ما احتیاج به دوستان و دوستی ها داریم و این بیشتر وقتی خودشو نشون میده که توی فشارها، توی مشکلات زندگی باشیم و هر دومون احتیاج داشته باشیم که دوستانی که در اطراف ما هستن بیان و به داد ما برسن. و یه چیزی که هست اینجا، یه نکته کوچیکی که هست اینه که بعضیا میترسن از اینکه دوست پیدا کنن و میگن که نکنه که یک روز اینا به من صدمه بزنن، لطمه بزنن و این مانع ایجاد دوستی ها میشه. شما اگه ممکنه اگه چیزی دارین، البته ننسی جان، در این رابطه حالا کلام خدا میگه که محبت کامل خوف را میپوشاند. خیلی وقتا ما اگر میخوایم دوستایی داشته باشیم، همینطور که گفتیم میترسیم نکنه اینا بیان قلب ما رو بشکنن، پس من از اول خودم رو دور نگه میدارم. ولی مسیح چی میگه؟ میگه محبت کامل ترس را میپوشاند. پس این اشتباه است که ما هی دائما بترسیم. حالا این شاید در اون افراد از جایی ریشه گرفته، شاید صدمه ای خوردن، ولی خداوند قادره که قلبای ما رو پاک کنه. ولی باز میگه کلام خدا چون کبوتر ساده چون مار هوشیار باشید. ما بعد قدم که برمیداریم نه یه دفعه مثلا بگیم حالا بریم 20 مثلا 20 تا دوست پیدا کنیم، ولی بدون حکمت دوستی داشته باشیم که واقعا در اراده خداوند باشن. اون موقع خداوند حتما اون دوستی رو برکت خواهد داد. بر پایه محبت. محبت باشه. دقیقاً. این ننسی جان، این که میگی بریم و بیاه یک گروه بزرگ دوست انتخاب کنیم، اینم میشه در همین رابطه دوستی هم افراط و تفریط خیلی مهمه. اگر که به قول شما ما اوکی حالا زنیم به خیابون و اشخاص مختلف و جون قرار شد دوست داشته باشیم، وقت سرخاروندن نداشته باشیم. بعضیا میگن که من با هیچ کی دوست نیستم، فقط با همسرم هم دوست، یا بعضیا برعکس با همه دوستن غیر از همسر. اینجا دوباره افراط و تفریطه و دوباره حکمت لازمه که ما بدونیم که این رابطه ها رو چطور بتونیم تعادل و توازن رو نگه داریم. یک زن و شوهر خوب که دوست خوب با هم هستن باید حکمت داشته باشن، دوستای خوب برای هم انتخاب کنن، برای خود انتخاب کنن، بتونن با هم تفریحات سالم داشته باشن، مسافرت ها برن، بتونن برای هم به خونه های همدیگه برن، از هم چیز یاد بگیرن، در مشکلات برای هم دعا کنن، قلبشون رو برای همدیگه باز کنن. این هم دوباره مسئله که ما اصلا طبیعتاً نیاز داریم و به قول شما یک زن و شوهر فقط اگه باید با هم باشن و منزوی باشن اون زندگی سالم نیست. خیلی. پس بیایید که با هم دوست خوب باشیم و همینطور بتونیم این دوستی رو یه مقدار فراتر از خونه خودمونم بریم و دوستان خوب برای خودمون انتخاب کنیم. اگه اجازه بدین اینجا یه آیه هست که حتما دوست دارم بخونم، در امثال باب 17 آیه 17 کلام خدا میگه که دوست خالص در همه اوقات محبت مینماید و برادر یعنی همون دوست خوب به جهت تنگی مولود شده. یعنی دوستان کسانی هستن که در موقعیت‌های دشوار، در تنگی‌ها کنار ما خواهند بود و ما رو کمک میکنن. و عیسی مسیح گفت که توصیه کرده در لوقا باب 16 که از مال دنیا استفاده کنیم برای اینکه دوستان برای خودمون پیدا کنیم، چون مال دنیا فانی از بین رفتنیه ولی دوستان همیشه در کنار ما خواهند بود. و دوستان خوب مثل گنج هستند، همه چی تازش خوبه اما دوست کهنش خوبه. خدا رو شکر. یه چیزی هم که الان به فکر من خداوند آورد که اینو فراموش نکنیم، چه همسرمونو داریم یا دوستای دیگه، ولی همیشه کلام خدا به ما این رو یادآوری میکنه که دوستی هست از برادر چسبنده تر و اون خود خداوند عیسی مسیح. فکر میکنم اگر ما با اون دوستیمونو درست برقرار کنیم، اون موقع چون اون ریشه و سرچشمه محبت و حیات رابطه ما با دیگران اصلا بتنش. کم کم هم با شوهر شفا پیدا میکنه هم با دیگران. یعنی اصل اونه. پس بهتر اول واقعا به اون بچسبیم و خداوند خودش همه اون چیزهای دیگر رو فراهم میکنه.
واقعا بحث شیرینه ولی به پایان برنامه رسیدیم و دوستان تشکر میکنم از اینکه امروز هم با ما بودید و امیدوارم که نظرات و مسائل خودتون رو حتما از طریق ایمیل یا تلفن با ما در میان بگذارید. تا دیداری دیگر از سری برنامه های مسیح در خانواده، همه شما رو به دست های امن خداوندمون عیسی مسیح میسپاریم. خدا نگهدار. خدا همراه شما.